بخش دوم فصل چهاردهم دو نفر دیگر به نام های کونت دوملیوا و کونت دوبرنیز به دسته متحدین افسوده شدند. اولی پسر مارشال دوملیوا بود که ادعاهای بسیاری در سر داشت. به واسطه جرأت و رشادتی که در سال 1848 در تسخیر شهر پرس ماهن از خود نشان داده و همچنین جرأت و رشادتی که در اردوگاه های ضد آلمان نازی بروز داده بود بسیار به خود مغرور شده مقام وزارت جنگ را درخواست داشت. اما دوکت و شوازد شخص دیگری موسوم به موسی دو پر میلیون را به این مقام انتصاب کرد. و او را به جای موسی و دوملیوا وزیر جنگ نامید. کنت دوملیبا هم که نمی توانست این جسارت را تحمل کند به جمع متحدین ما پیوست. او بسیار خشن خودپسند جسور و بیادب بود و بالاخره به واسطه پرگویی هایش او را از دیار خود تبعید کردند. و تعجب نخواهم کرد اگر روزی بشنوم پرگویی او موجب هلاکتش شده است کونت دوبر مرد لایق و کاردانی بود و از مقام سفیر کبیری فرانسه در مملکت لهستان به خدمت شروع کرده بود و در آن مأموریت به واسطه وفاداری به مردم همه او را می شناختند. او یک دیپلمات زیرک و یک نظامی متعهد بود و خود را مشارون الیه قرار داد. دیپلمات زیرک در افتخارات برادرش مارشل بروکلی که تحت فرمان او خدمت می کرد شریک بود. و با جرأت و رشادتی در دفاع از شهر کسل در سال 1861 شهرت و نام نیک خود را تکمیل کردند. لوی پانزده هم قدر بستیرت و اطلاعات او را در اداره امور دولتی میدانست و از لیاقت و کاردانی او آگاه بود. از این رو وزارت مهم پلیس مخفی را به او واگذار کرده بود. موسیو دوبر در این شغل مدعی ثابت و مفتش بیرحم دوک دو بود. اما چون قدرت دوک دو شوازل بیشتر از او بود بالاخره توانست بر او چیره شود و موجبات تبعید او را فراهم سازد در آن هنگام موقعیت عجیبی پیش آمد که به خوبی می توان به ضعف نفس روی پانزدهم پی برد این شخص را که در ظاهر مورد غضب شاه قرار گرفته و به این واسطه او را تبعید کرده بودند مرتبا با شاه به طور محرمانه مکاتبه میکرد پس می توان چنین نتیجه گیری کرد که دوبر این تبعید را نه تنها موجب شکست خود پنداش، بلکه آن را موجبات فتح و پیروزی خود قرار داد. و هنگامی که شاه متوجه شد بدون او رسیدگی به امور مملکتی بسیار دشوار است، حکم تبعید او را لغو کرده و دوباره او را به دربار احضار کرد و پست و مقام قبلی را به او بازگردانید اما موسی و دوبر این بار در مقام انتقام برآمد و سعی در سرنگون کردن مدعی خود داشت و امیدوار بود که روزی بتواند مقام او را تصاحب کند البته باید اقرار کرد که این ادعا و امیدواری او چندان هم بیپایه و اساس نبود و تمام شواهد و قرائن حاکی از این بود که بالاخره او روزی به مقام صدارت نائل خواهد شد تنها من بودم که می توانستم او را از نیل به مقصود باز دارم. و اعتراف می کنم تنها نفوذ تقرب من به لوی پانزدهم او را از صعود و رسیدن به عرش باز داشت. اما کنت دوبر هم آقل تر از آن بود که در صدد تحصیل دوستی و حمایت من بر نیاید. او خدماتی بزرگ در حق من انجام داد و از بسیاری از فتن هایی که موسی و دو سارتین ترتیب داده بود مرا آگاه می ساخت. موسی دوموپو او را دوست نمی داشت و خیلی هم از او می ترسید. ولی در ظاهر کمال احترام را نسبت به او داشت و صبح تا شب از وی تمجید و توصیف می نمود. اما به من محرمانه نصیحت می کرد فقط در ظاهر به او اطمینان کامل کرده و مجبورش کنم به منافع ما خدمت کند. من امروز هم هنوز از آن دو خود نسبت به او احساس شرم می کنم. اما این گناه من نیست زیرا آب و هوای دربار خلق و خوی بهترین تبایع را هم فاسد می نماید و من در محیطی سالم و صادق متولد شدم اما متاسفانه اگر انسان حتی برای مدتی کوتاه نیز در این منزلگه تاقوتی اقامت گزیند باید با درستی و راستی و نیکمردی ودا گوید کنت دوبر بیچاره به همان اندازه که به لیاقت و کاردانی خود اطمینان داشت به حمایت و پشتیبانی من نیز دلگرم بود و تصور میکرد کمال امنیت و اطمینان را از جانب من خواهد داشت در حالی که من با کمال دناعت و پستی و بیشرمی او را فریب دادم بیش از این درباره این شخص بزرگ چه بگویم متحدین من و دوکدو دوک دو ریشلیو دو لاوگیون دو دولاو و کونت ملیو و دوبر بودند که به یاری یکدیگر میبایست شوازل را سرنگون می کردی. من اولین ضربه کاری را که شاید دشوارترین آنها بود وارد ساختم و به واسطه آن مراجعت مادام دو کرامون را از شاه خواستار شدم اما لویی پانزدهم در پاسخ گفت خدایا نمیدانم با آمدن این زن چه نفعی آید شما خواهد شد گفتم شهریو را هیچ ولی ترجیح می دهم اینجا باشد تا در ایالات دیگر برای اینکه او به سراسر مملکت مسافرت می کند و برای من دشمن تراشی می از این رو ضرر بیشتری متوجه من می شاه گفت در این صورت ممکن است او را به جایی بفرستیم که زبان ملعونش نتواند به شما کارگر بیفتد مثلا در یک قریه کوچکی که مستمع برای او پیدا نشود گفتم خیر ها را استدعا دارم او را به ورسای بازگردانید مادامی که او از اینجا دور است من در کمال استراب خواهم بود اگرچه صورت گریان او بر من خوشایند نیست ولی با همه این احوال ترجیح می دهم او را ببینم شاه فرمود حقیقتا اگر مادام دو پومپادور به جای شما بود مانند شما رفتار نمی کرد. گفتم برای این است که من بسیار مهربانتر از او هستم گفت درست است حق با شماست بسیار خوب دوشس مراجعت خواهد کرد این امر موجب خوشنودی برادرش نیز خواهد شد زیرا او از قیاب خواهرش بسیار قصه میخورد گفتم اما گمان نمی کنم که مادام دوشوازل هم در این قصه شریک باشد گفت حتما همینطور است اگر او میتوانست این خواهر شوهر بد کردار خود را دوست بدارد در مقام خوشقلبی و مهربانی از شما هم پیشی میگرفت اما همونطور که مطلع هستید احضار این زن دسته مخالفین را غرق شادی و مسرت خواهد کرد آن وقت وای به حال شما که به زودی از این حسن فطرت خود مانده بشوید در آن صورت من دیگر مقصر نبوده و عواقب این کار به عهده خود شما خواهد بود در این کلمات آخر شاه محترما تعظیم زیبایی به من کرد من هم از او قدردانی کردم هیچ چیز به قدر این اظهار محبت های غیر منتظره او به من لذت نمیداد. با کمال عجله و بی از من جدا شد تا برود و حکم مراجعت دوش سکرامون را صادر کند. البته خود او نیز بیمیل نبود. چون از وقتی که زمان تبعید دوش سکرامون شروع شده بود میان شاه و صدر یک برودت رسمی پیدا شده که بر شاه بسیار ناگوار آمده بود و تعجیل داشت به زودی آن را برطرف نماید به محض اینکه به منزل خود رسید بلافاصله دوک دوش و را احضار کرد و به او گفت موسیو به شما اجازه می دهم از جانب من به خواهر خود ابلاغ کنید که به ورسای مراجعت کند بیشک میل خواهد داشت رفتار سابق خود را از سر بگیرد ولی شما به او بفهمانید که از این عقیده صرف نظر کند و همواره ممنون فتووت و شفاعت کنت سوباری باشد من به شما اقرار می کنم که خود هرگز چون این خیالی در سر نداشتم که به این زودی او را عفو کرده و به ورسای احضار کنم یقین دارم دوکت و شوازل نیز ترجیح میداد خواهرش به ورسای احضار نشود زیرا من شفاعت او را نزد شاه کرده بودم. اما با این حال فوق العاده از شاه تشکر کرده و حتی بعضی عبارات محترمانه نیز به من ادا کرده بود. چند روز بعد هم که در امارت کوچک مشغول صرف شام بودیم دوک دوشوازل وارد شد و به محض اینکه مرا تنها یافت مرا به کنار درگاهی پنجره کشید و گفت خانم بعد از آن مذاکراتی که میان ما واقع شد هرگز امیدوار نبودم شما آنقدر نسبت به این نوکر حقیر اظهار مرحمت بفرمایید علا حضرت التفات فرموده به من گفتند که شما به میل خود از ایشان استدعای مراجعت خواهر مرا کرده اید این خبر بسیار بر من مطبوع افتاد و مطبوع تر خواهد شد اگر بدانم شما میل دارید اعتماد خود را به اخلاص و ارادت من عنایت فرمایید گفتم دوک عزیز من آنطوری که تصور می کنید موزی و بدزاد نیستم و میدانم که وجود خواهر شما چقدر برای شما لازم و ضروری است به این جهت از شاه استدعا کردم که شما را بیش از این از این دیدار محروم نسازد دوک با تعجب پرسید تنها به همین جهت این خواهش را از شاه کردید گفتم بلی آقای دوک هیچ دلیل دیگری نداشت زیرا اداوت و دشمنی شما و خویشانتان با من هیچ جای آشتی باقی نگذاشته است که به من امید دیگری بدهد لاغر امیدوارم مرا به واسطه ی عدم سلق و سادگی متهم نکنید او نگاه تعجب آمیزی به من کرد و جوابی نگفت سپس با کمال نخفت سلامی داده و از من دور شد با اینکه صحبت ما زیاد به درازا نکشید اما همه کنجکاو شده مایل بودند بدانند چه صحبتی بین ما رد و بدل شده است اول شاه نزدیک من آمده آهسته پرسید دوک به شما چه می گفت؟ حتما اظهار تشکر می کرد به خاطر آن بزرگواری گفتم بلی شهریا را هم تشکر و هم تقدیر می کرد و گمان کرد تنها با یک اظهار ادب ظاهری صلح کامل به عمل خواهد آمد گفت برقراری صلح و صفا همیشه خوب و پسندیده است دوست زیبای من گفتم بلی ها را البته وقتی که از روی صداقت باشد نه اینکه نقشه جنگ در برداشته باشد شاه گفت تکلیف من تنها این است که از صحبتهای شما مطلع شوم البته به زودی تصدیق خواهید کرد که من به حق کاری را انجام دادم. دوک دو هم میخواست از صحبت من با شوازل مطلع شود از این رو مختصری از گفتگوی خود را برای او گفتم. بعضی ها میگفتند میان من و صدر ازم صلح کامل به عمل آمده و بعضی دیگر مدعی بودند که ما با هم نزاع سختی کرده ایم و چیزی که شایان توجه بود اینکه هر دو گروه برای شایعات خود شرح خود را هم میدادند در این ایام آن یادداشت معروف مزین به نوار سیاه موسی و تقدیم شده بود. علا حضرت به منزل من آمدند. ایشان را خیلی محسون یافتم. هرچه اظهار شادی و مسرت کردم و تنازی به کار بردم چهره او شکفته نشد. بالاخره با بیقراری فریاد برآوردم که به جهنم بروند آن رست هایی که خاطر شما را مکدر ساختند. شاه از این حرف من خوشنود شد و تبسمی بر لب نشان و در جواب گفت درست است آنها سعی دارند عرصه زندگانی را بر من تعیین کنند اما در مملکت فرانسه بسیاری از اشخاص بدزاد هستند که خیالشان منحصر به نومیدی و آزار و اذیت شماست لوی پانزدهم با صدای گرفته ای گفت مادامی که این قواسیاهان دارای اقتداراتی هستند که اجداد من بی مناسبت به آنها دادند من هرگز آسوده نخواهم بود آیا شما این یادداشتی را که دفتردار کل به من داده است دیده اید؟ آن کتابچه را از زیر یک گلدان چینی درآورد. با اینکه پانزده روز بود آن را داشتم گفتم بلی شهریار را این یاد است که دیروز مستی و به من داده است و چون خیلی به آن اهمیت میداد امروز صبح من آن را خواندم شاه گفت آه مدت ها از آن واقعه گذشته است گفتم خیر مدت زیادی نیست و همه آن را به خوبی در خاطر دارند در این اسنا چهره شاه شکفته شد و به من گفت ای متملق شیطان پس از آن سیمای خود را موقر ساخته و از من پرسید خب عقیده شما این است که اگر از جانب من اعمال قدرتی صورت بگیرد چگونه می شود؟ گفتم کارها بر وفق مراد پیش خواهد رفت. شما مدت ها پدر بودید. حال یک مدتی هم آقا و صاحب اختیار بشوید. خواهید دید که همه این فریادهایی که موجب خستگی شما شده فروکش خواهند کرد. شاه دستها را به هم مالیده و گفت من با کمال میل این نصیحت شما را میپذیرم. زیرا بهتر از آن چیزی به نظرم نمیرسد. در این اسنا از حسن اقبال دفتردار کل و دوک دوکلیون کلیون هم رسیدند شاه گفت آقایان من با خانم مجلس مشورتی داشتم ایشان اقدامات دشواری را پیشنهاد فرمودند که به واسطه آن نه تنها باید در برابر پارلمان پاریس ایستادگی کرد بلکه باید در برابر آن حالت تهاجمی به خود گرفت و به واسطه اراده شاهانه حکم آنها را در خصوص مرافعی دوک دوکیلیون عزیز لغو کرد. دوک گفت شهریارا خیر و صلاح شما در این است که مرا به همین ترتیب از این محلک نجات بدهید. خواسته این که بر احلا حضرت مدلل گشته است که این همه سختی و تعاقب پارلمان علیه من به فاسطه این است که اوامر همایونی را اطاعت کردم. نوسی و دوماپا گفت شهریارا امیدوارم بیاری خداوند در این نیت خیر مصمم و عزمی راسخ پیشه خود سازید. زیرا اگر از بدندیشی پارلمان ها جلوگیری نفرمایید باید در انتظار عواقب ناگوارتری باشید. شاه گفت بسیار خوب. حال که باید کار را یک سره کرد خبر کنید که پس فردا در ورسای محصر عدالتی منعقد خواهد شد. دفتردار کل گفت شهریارا این امر خود اظهار ضعف نفسی است که اهل پارلمان را به نزد خیش طلب می کنید و هم به مردم حق واضحی می دهید که از تشدد و تجاوز شکایت کنند بهتر این است که بدون اینکه به احدی اطلاع بدهید قفلتا از اینجا به پاریس رفته و به طور غیر مترقبه در مجلس ظاهر شوید حضور غیر منتظره علا حضرت تمام افکار و عقول را دچار خوف و خشیت خواهد ساخت این عقیده موسی و دوماپو موافق طبع من و دوک دوکیلیان افتاد و این تنها وسیله ای بود که به واسطه آن بتوان از مقاومت پیش بینی شده اعضای پارلمان اجتناب و اعتراض کرد و از سرودن شعر و تصنیف و همهمه و فریاد ممانعت کرد شاه هم این رأی را تصدیق کرد و قرار بر این شد که مطلب را مخفی بدارند و تنها فردا صبح تشریف فرمانی شاه را به مجلس وزرا اعلام کنند. فردا روز شنبه هنگامی که مجلس شورای وزرا نزدیک به اتمام بود و شاه میخواست بیرون برود دوباره داخل تارا شد و گفت آقایان فراموش کردم که به شما بگویم فردا چه خیالاتی دارم. پارلمان حوصله مرا به پایان رسانیده و میل ندارد مسئله دوکتو کلیون را ختم کرده و رها نماید. بسیار خوب از این پس انجام این کار را خود به عهده گیرم و فردا شخصا به مجلس پارلمان حاضر خواهم شد و به شما اطمینان می دهم که پارلمان در حضور من مجبور به تمکین و اطاعت خواهد بود. با شنیدن این حرف دوک دو شوازل رنگش مانند میت پرید. چون تنزل اعتبارات خود را به این می دید. زیرا از طرفی در آن مجلس شورای خاص ما هم حضور پیدا نکرده بودیم و از طرف دیگر از این می ترسید که مواد و شاه او را با خود به مجلس پارلمان ببرد و اهل مجلس تصور کند او راهنمای شاه بوده است و به نتیجه میان او و پارلمان کدورت و نفاقی ایجاد شود به این واسطه نزدیک شاه آمد و گفت شهریارا آیا وجود من برای شما در مجلس پارلمان لازم است؟ شاه گفت خیر آقای دوک این کاری است که من باید با یاری دفتردار کل انجام دهم گفت پس در این صورت چون من خیال داشتم فردا به منزل موسی و دولابرد بروم و چند روزی آنجا استراحت کنم اجازه میخواهم که این به این مسافرت اقدام نمایم لوی پانزدهم گفت بسیار خوب بروید و خوش باشید امیدوارم به ایش و شادی بگذرانید این را گفت و از سالار بیرون آمد وزرای مجلس که این مسئله برای آنها تازگی داشت به تعجب به یکدیگر نگاه کرده از هم سوال کردند که این چه حکایتی است دوک دو هم خود را با آنها متعجب ساخته و به روی خود نیاورد که از این کار اطلاعی دارد فقط موسی و دوموپو چنین وانمود کرد که تنها او از مطلب مطلع است بعد خبر موثق به ما رسید که همان شب در ساعت یازده یک نفر از نوکرهای دوک دو شوازل از راهی به پاریس رفته و از جانب آقای خود محرمانه خبری را برای بعضی از اعضای پارلمان برده که فردا چه اتفاقی روی خواهد داد این مسئله صحت داشت که میان صدر و پارلمان معاهداتی منعقد بود که با اقتدار سلطنت منافات داشت. خلاصه شاه آن شب به منزل من آمد. و کاپیتان قراولان خواسته را که آن وقت گویا دوک دوویل روا بود احضار کرد و احکام لازمه را به او داد که فردا باید تمام فوج قراولان آماده حرکت باشند. و دسته گارد قرمزپوش را در سر راه و بعضی نقاط لازم پاریسوا دارند که اگر بنای هم همه و شورشی از جانب مردم بشود بتوانند در مقام جلوگیری برایند وقتی که شاه از این کارها فراغت حاصل کرد و تنها شدیم به من گفت فرداست که من پادشاه حقیقی فرانسه خواهم شد تا به حال پارلمان ها در تاج و تخت من شریک بودند حالا موقع آن رسیده که آن را از چنگ آنها بیرون بیاورم گفتم برای خدا شهری را خود را به معرض مخاطره در نیاورید فکر کنید ببینید که وجود مبارک چقدر برای ما لازم و ضروری است گفت زیاد مطمئن نباشید گفتم بلی شهری را اعتقاد ندارم که در میان قبا سیاهان آدم کشی یافت بشود اما من از شورش و بلوای عوام میترسم 15 پانزدهم گفت خانم باید خود را به حفظ خداوند تفیز نمود برای سلاله هانری چهارم شایسته نیست که جوون و خائف باشد میدانم که یک رزل بی سر و پا ممکن است مصمم بشود و به سهولت بتواند مرا به هلاکت برساند ولی همه این ملاحظات مرا از ادای این تکلیف نمیتواند باز دارد در این بین دوک پرانس دو پرنس دو و کونت دوبر وارد شدند شاه گفت بیایید آقایان بیایید این فرانسوی را که برای پادشاه خود در تزلزل و استراب است اطمینان و قوت قلب بخشید چون من فردا میخواهم به مجلس پارلمان بروم کنت استوباری برای جان من در بیم حراس است پرنس دو سوبیز گفت شهریارا من از سر خود التزام میدهم که برای وجود مبارک ابدا خطری پیش نیاید دکتر دوکی لیان گفت من در قدم مبارک جان خود را تسلیم می کنم. اگر وجود علا حضرت ذرهی متحمل درد و رنج شود من در جلوی ایشان خود را فدا خواهم کرد. شاه گفت واضح است که در میان رؤایای وفادار من خطری متوجه من نیست. اما می دانید منتظر چه هستم؟ منتظر تگرگ تصنیف و حج و کنایه و معما که بر سر من خواهد بارید و از هیچ چیز درباره من فروگذار نخواهند کرد و همچنین در حق شما کنتس عزیز گفتم شهریارا را من اعتنایی به این چیزها ندارم و مدت هست به آنها عادت کردم خلاصه ما شب آن روز را با این صحبتها به صبح رسانیدیم بخش دوم فصل پانزده شاه صبح زود در حالی که غرق تشویش و نگرانی بود زیرا که با وجود اظهار واقعی رشادت و دلیری که در او وجود داشت از عدم رضایت رعایای خود زیاد خوشنود نبود بیدار شد من هم وحشت بسیار داشتم زیرا مانند همه مردم فرانسه با احترام موروسی پارلمان ها متولد و بزرگ شده بودم و چون مرا هم مورد حمله و توهین قرار داده بودند با کمال تزلزل خیال می کردم که طرف ادابت و کینه عموم ملت قرار خواهم گرفت. سرانجام کار من چه می شود؟ و برای اینکه حالت بی و بیقراری خود را تسکین دهم به کنشان معکدا دستور دادم که در هر رب ساعت چاپاری از پاریس فرستاده از واقعیات به من اطلاع بدهد با این وجود لحظه ای از تشویق شاه در این عظیمت جنگجویان کوتاهی نکردم. لوی پانزدهم قدری زودتر از ساعت معمول خود از خواب برخواسته بود. فراش خلوت اولش را نزد من فرستاد که بدان از شب را چگونه گذرانده و نامه ای هم به توسط او برای من فرستاده بود. خانم اگر پیش خدا آبرو و اعتباری دارید در حق من دعای خیر نمایید. من به جنگ قواسیهان می روم. قوت و جرأت قلب در من قصور ندارد و قلبم به هیچ وجه متزلزل نمی شود. اگر یقین می دانستم که رؤایای من درجه لزوم این ضربه دولتی را خواهند فهمید. اما امور ممکن نیست به این شکل بماند. پادشاهی که در عزم خود کوتاهی کند یا از میان راه خود را عقب بکشد و یا توقف نماید کارش تمام است. خدا نگهدار خانم عزیز دست های زیبای شما را می بوستم. حقیقت این اظهار لطف شاه مرا به رقت آورد که ترچنین موقع مهمی که باید به کاری به آن بزرگی بپردازد در عین حال از من یاد می کند. تمام دربار قرین وحشت و استراب بود. افرادی که شب برای مشورت احضار شده بودند مانند ما حافظ اسرار نبودند و رازداری نکردند بلکه تمام پاریس و ورسای از این خبر پر شده بود که شاه به چابکی و از راسخ تصمیم به چنین کاری گرفته است و همه با کمال بی سبری منتظر نتایج مسرت بخش و یا عواقب این حادثه بودند روز دوشنبه سوم سپتامبر بود از صبح بسیار زود در تمام گذرها و محلات شهر و نقاط لازم قراولان مخصوص افراد گارد و قشون برای نگهبانی گماشته شده بودند. هیکل سلح شورانه آنها بر مردم ناراضی و فتنجو مدلل می کرد که اگر بخواهند اعتراضی بکنند قوای گارد و قشون به اندازه کافی آمادگی مقابله با آنها را دارند. تمام اعضای پارلمان از صبح زود حاضر بودند و در جلسه ای فوق‌العاده در میان خود به مذاکره و مشورت پرداختند. و سپس در ساعت معین در مجلس رسمی حاضر شدند. تعداد کثیری از افراد نیز در مجلس حضور داشتند و هرگز مجلسی به این شکوه و صلابت برای مذاکره در مورد مطلبی به این عظمت و اهمیت تشکیل نشده بود. بعد از اجرای تشریفات معمول، لویی 15 وارد مجلس شد و کلاه خود را برداشته و به اهل مجلس سلام داد. پس از آن مجلس را به این نطق افتتاح نمود آقایان دفتردار من احکام و دستورات مرا اینک به شما ابلاغ خواهد کرد موسی و دوموپو فورا بعد از این بیان شاه از این قرار نطق کرد آقایان اعلی حضرت بعد از آنکه به موجب قانونی که در حضور خود ایشان به تصویب رسید به شما اعلام فرمودند که حفظ اسرار امور دولتی و آسایش ایالت بریتانی اقتضا می کند که محاکمه دوک دو را به مرحمت و اعتماد شاهانه مفتخر ساخته و همه اقداماتش بر حسب امر ملوکانه بوده به کلی فراموش کردید اعتقاد اعلی حضرت این بود که شما بر حسب اطاعتی که نسبت به عوامر ایشان دارید دنباله این مطلب را قطع کرده و دیگر بدان مشغول نخواهید شد اما شما در دوم ژوئیه حکمی صادر نمودید که بدون دستورالعمل مقدماتی و بدون دلایل کافی تمام قوانین عدالت را تحقیر نموده زیرا شعونات و امتیازات یکی از افراد مملکت را سلب کردید که علا حضرت شخصا اعمال و رفتار او را تصدیق فرمودند و از هر مذمت و ملامتی مبرا داشتند. با اینکه که علا حضرت این حکم شما را به موجب حکمی که در سه جوییه از مشورت خانه اختصاصی ایشان صادر شد باطل کردند و ابطال آن را به توسط دفتردار مجلس به شما اعلان کردند اما باز هم شما در دهم ده ژوئیه احکام جدیدی علیه حکم قطعی شاه صادر و در صحت حکم دوم ژوئیه اصرار و ابرام نمودید شاه ملتفت مخالفت شما شدند و دانستند که این فتاوی و احکام از سوی کدام عقیده و نیتی به شما املا می شود. از آن وقت پیوسته بر مخالفت خود با اراده و امر شاه افزودید و حرکات و اساس رفتار شما سرمشق پارلمان های دیگر مملکت شد. و آنها هم با بعضی احکام و فتاوی مخالفتر اقدام نمودند. علا حضرت میخواهند شما را به اطاعتی که نسبت به عوامر ایشان دارید یادآور شوند و مجددا شما را امر به سکوت میفرمایند و میل دارند آثار و علامت تمرد و بیعدالتی گذشته را محو نمایند و در عین حال مایل هستند که وسایل و قدرت مخالف آتی را از شما سلب کنند بنابراین اعلیحضرت امر میفرمایند که احکام و فتواهای پرل... پارلمان بریتانی مورخ 21 و 28 مارس و, و 26 ژوئیه که به پارلمان پاریس فرستاده شده و صورت خلاصه و جز و احکام هفتم آوریل فتوای پارلمان بریتانی در خصوص مرافعی دوکتو کیلیون باطل اعلام نمایید و کلیه اسناد و نوشته های راجع به این محاکمه شامل ارزخال و استنتاق فتوای قضات و احکام و وکلای پادشاهی و تصدیقات موسی و شاتله و موسی و ادوار و تحقیقات خارجه جزئن و کلن و اصلا باطل شده و از تصویب شما خارج گردد. و تمام آن اسناد که نزد دفتردار پارلمان ثبت است به حضور همایونی تقدیم گردد در اینجا دفتردار کل نسخ خود را قطع کرد و خطاب به دفترداران پارلمان گفت از طبول امر حضرت تمام این نوشته ها و اسناد را که به تفصیل ذکر شد حاضر کنید. آنها هم اطاعت کردند و دفتردار کل پس از آنکه یکی یک آنها را تحویل گرفت دوباره فرمایشات را شروع کرد. اعلی حضرت امر میفرمایند همین اسائه صورت این اسناد را از دفاتر ثبت خود خارج نمایید و به شما اکیداً دستور میدهند که دیگر به هیچ وجه در صدد ایجاد یا تحصیل اصل این نوشتهجات بر نیایید اعلی حضرت امر میفرمایند همین اسائه صورت رؤسا و صاحبان مناسب و اعضای پارلمان پاریس یا پارلمان های ولایات دیگر کلمه ای از این مرافع و محاکمه و اسناد و نوشته ها که به امر همایونی ابطال شده اند به زبان نیاورند و در غیر این صورت به گناه تمرد و بیعتاعتی مجازات خواهند شد. همچنین امر میفرمایند اگر هر یک از اعضای پارلمان در این خصوص با پارلمان های دیگر مکاتبه نمایند و آنها را جزء دسته معاهدین ضد سلطنت قرار دهند در این صورت به دلیل این قصور مجازات خواهند شد دفتردار کل نسخ خود را در همین جا ختم کرد و ما از این خودنمایی قاهرانه نتایج خوبی را انتظار داشتیم چون در محضر عدالت فقط شاه با کسی که از جانب او معمور است اینطور رفتار می کند و به او حق نسخ و سخن می دهد. بنابراین اعضای پارلمان تمام سخنان دفتردار کل را با سکوت کامل گوش داده و به هیچ وقت جواب نگفتند اگرچه مصمم بودند که به اراده شاهانه تمکین ننماید و اطاعت آنها ظاهری و موقتی بود ولی باتنن در این خیال بودند که در ایام تعطیل از روی فرصت به تدبیر و مخالفت و مقاومت نپردازند اشخاصی از هیجان و شورش ملت میترسیدند و آنها اشتباه نکرده بودند به محض اینکه تفصیل این مجلس به گوش خلق رسید دربار و شهر و تمام مملکت فرانسه شدیدا به هیجان آمده قوقایی برپا کردند که تصور آن هم نمی رفت ادابت و کینه عامه علیه دوک دوکلیان و دفتردار کل و حتی خود شاه شروع شد واضح است که مرا هم مستثنا نکردند از اطراف مملکت بیش از دیویست نامه بی اس به من رسید که مرا به سختترین عذاب و تنبیهات تحقیرآمیز تهدید کرده بودند. دسته معاندین که جای خود داشت اشخاصی هم که تا آن وقت نسبت به من بیطرف بودند خصومت خود را آغاز کردند میتوانم بگویم این خصومت به قدری بود که در تمام عمر غم و اندوه آن را احساس میکردم با وجود این مجبور بودم که حالت حزن و استراب خود را در حضور شاه مخفی بدارم و این کار آسان و بی زحمت نبود که با وجود قلب مجروح و جگری پرخون همیشه انسان مجبور باشد خود را خورم و خندان نشان بدهد. تمام دوستان من مورد تعرض و شرارت عامه واقع شده و دشمنانم مورد تعریف و تمجید قرار گرفتند. پیوسته با صدای بلند از دوک و شوازل مت و توصیف می کردن و او را به خاطر اینکه با شاه به مجلس پارلمان نرفته بود تهنیت و تبریک میگفتند و اعلام میکردند که به این واسطه با کمال نجابت علیه این اقدامات مستبدانه مخالفت کرده است و او را دوست قانون و مدافع پارلمان ها می در کمال ناامیدی و حالت پریشانی می دیدم که از این واقعه بخت و اقبال به سوی صدر ازم روی آورده بود. با خود عهد کردم و قسم یاد نمودم که حد تل امکان در خرابی او بکوشم و با یک همت و سرعت در انجام این تکلیف مشغول شدم. در صورتی که هرگز کفایتی در خود نمی در مقصود خود بیشتر مصمم شدم. وقتی که دوش سکرامان مراجعت کرد او را در دربار با یک فتح افتخاری پذیرفتند که گویا سردار فاتحی از تسخیر مملکتی آمده است و هر کس تجیل داشت که برای او خدمتی نماید و از اینکه در مدت غیبتش او را فراموش نکرده است برای خود شرافت و افتخاری کسب کرد. اما اظهار کبر و غرور و اداوتی که او واضح و آشکار در اداوت با من می کرد در نتیجه بخشیدن اقدامات من بر ضد او و برادرش خیلی کمک کرد. چنانچه انقریب تفصیل آن را به شرح برای شما خواهم گفت. ولی اجالتا باید واقعیات آن مجلس شاه را به پایان برسانم. در اسنای آن مجلس من یک حالت نگرانی و تشویش داشتم که شرح آن برایم بسیار دشوار است. اگرچه هر روب ساعت یک چاپار از پاریس توسط کنشان به سوی من می آمد. اما پرنس دو سوبیس و دوک دو فرانس هم لحظه به لحظه با چاپار فرستاده شده اخبار را نزد من می آوردند. دوک و زنش که حقیقتا خانم بسیار محترم و بزرگواری است و با من از صمیم قلب دوست شده است آمده بودند تا در لوسیان مرا تنها نگذاشته و در غم قصه من شریک باشند بالاخره چاپار آخری رسید و خبر آورد که مجلس به پایان رسیده و شاه در شرف مراجعت است من فورا نامه کوچکی به لویی پانزدهم نوشته و فرستادم شهریارا شکر که شما را صاحب اختیار مطلق میبینم پهلوانان جنگجو بعد از فتح خواهان راحتی و آسایش هستند شما هم راحتگاه خود را در آغوش من قرار دهید تا با حضور گرامی خود درد و تعلمی را که در این روز طولانی بر من آورده جبران فرمایید این نامه به شاه بسیار خوش آمد و دوک را نزد من فرستاد که برای صرف شام به منزل من تشریف خواهد آورد و گفته بود دوک و دوکیلیون را هم اطلاع بدهند که در سر میز شاهانه حاضر خواهند شد وقتی که شاه آمد به طرف او دویدم و او مرا در آغوش کشید او را از روی جذبه و محبت بوسیدم و گفتم آه که چقدر امروز به واسطه دوری شما از ورسای من رنج و آزار کشیدم گفت ای دیوانه کوچولو مگر برای من خطری فرض می کردید کارها در کمال خوشی انجام شد و من ضربه سختی بر این یا به سرایان زدم و امیدوارم که بعد از این در جای خود آسوده بنشینند بعد و به حال مخالفت کنندگان من مصمم هستم که بعد از این آنها را تا به نقطه آخر برانم و خواهیم دید کدام یک از ما فاتح میدان خواهیم شد. از این کلمات فهمیدم که شاه چقدر خشمگین و مصمم است. اگرچه او طبعا مایل به تشدد و استفاده از زور و قدرت نبود. ولی وقتی که به هیجان می آمد، از حدود تجاوز می کرد و گفت فانگهی با داشتن دفتردار با از مراسخی مانند موسی و مپو که از خدمت پارلمان وحشتی ندارد و به هیچ وجه ارزشی برای احترامات آنها قائل نیست کار برای من سهل و آسان می شود. یقین می دانم در این بیانات شاه برای سایر حضدار دستوری بود و بر آنها خوش نیامد. به طور کلی درباریان این گونه اظهار رضایت واضح و آشکار را از جانب شاه نسبت به یک وزیر دوست نمی دارند. با این وجود رسم متملقین دربار چنین است که از اظهار عقیده باطنی خود خودداری کرده و با کمال چاپلوسی تمجیدات شاه را تصدیق نمودند. لوی 15 هم گفت: وقتی که دفتردار کل در مجلس مشغول نوت بود من برای تفریح به دقت چهره مستشاران مجلس را تماشا کردم زیرا اغلب آنها را قیز و غضب چنان به هیجان آورده بود که می توانستند علامت و آثار آن را از هر کسی مخفی بدارند ولی از من نه حقیقتا در آنجا فکری به خاطرم رسید که هرگز در مخیلم نگذشته بود دیدم که برای تجدید شورش یا اتحاد مقدس هیچ چیز کسر نداریم مگر زمان مناسب و یک رئیس مستعد والا که آماده انفجار باشد هیچ کس در این مسئله جوابی نگفت نه تصدیق کردند و نه تکذیب و این سکوت در خیال شاه اثری بخشید که او را در این عقیده خود راسخ و متقاعد ساخت و از آن وقت هرچه ما علیه پارلمان ها به او می گفتیم زودتر و آسانتر باور می کرد. دفتردار کل آن شب خیلی دیر آمد چون کارهای بسیاری داشت و بعد از آن کار بزرگی که آن روز از پیش برده بود بایستی نواقص آن را صورت میداده و آنها را تکمیل می کرد. وقتی که وارد شد شاه او را با کمال احترام و التفات پذیرفت و آنچه در تعریف او در قیابش گفته بود در حضورش نیز دوباره تکرار کرد. موسیو جواب داد شهریارا بعد از آنکه اعلی حضرت مرا به این افتخارات نایل فرمودن و من مقام وزارت را دریافت کردم به کلی نوکر و خدمتگزار شما شدم مادامی که پارلمان نسبت به شما وفاداری می کند من هرگز شما را علیه آنها تحریک نمی کنم اما اگر بخواهد از حدود تکالیف خود خارج شود من به شما اصرار می کنم که آن را محو و نابود بفرمایید باید همانند هرکول هفت هیکل یک مرتبه بکوبید و بسوزانید. هیچ چیز مثل یک اقدام نیمه کاره شناعت ندارد. باید شاه بود و شاهانه رفتار نمود. چون این بیانات موافق طبع لویی پانزدهم بود او هم با کمال میل آنها را تصدیق کرد و باقی شب را در مورد لزوم محدود کردن قدرت پارلمانها صحبت کردند همه حاضرین هم با این عقیده موافق بودند مگر دوک دوریشلیو اگرچه او هم از آنها بد میگفت اما مانند برادرزادهاش باطنا با آنها خصومتی نداشت و وجود آنها را اولا برای دولت و ثانیا به جهت شکوه مجلس پرها لازم و ضروری میدانست او هرگز می نداشت که در دو مسئله مجادله و گفتگو کند یکی در باب پارلمانها و دیگر در خصوص رؤسای مذهب و هر وقت از این دو موضوع صحبت به میان می آمد می گفت اگر این دو طایفه را از میان برداریم چه باید به جای آنها بگذاریم؟ این شخص بزرگ با همه سبکی و جلفی عقل عمیقی داشت و نیکی را خوب می شناخت. اما از لاعبالی بودن و عمل کردن هیچ عبایی نداشت. خلاصه پروانه عاقلی بود. و حالا که من از او با شما صحبت می کنم جز سایه مهم از او چیزی باقی نمانده و مدت هاست که در آغوش عموی بزرگوارش کاردینال دوریشلی و قنوده است. چند روز بعد از این وقایع نامه بدخطی که امضای آن توسط مارکی بود به دستم رسید که از من میخواست حضور او را بپذیرم. با دیدن این اسم یکی از صفاحت های ایام جوانیم به خاطرم آمد و هیچ مایل نبودم این شخص را که یادگار نامطبوعی از او در دل داشتم دوباره ملاقات کنم. اول خواستم خواهش او را رد کنم. اما بعد فکر کردم که این یکی از اشاق قدیم من است و حالا که مرا صاحب ترقیات و اعتبارات دیده آمده که از خرمن عظمت و جلال من خوشی برگیرد. اطمینان داشتم که حاجتی دارد. و شایسته نیست که او را معیوس و محروم کنم. ولی مصمم شدم که طوری او را بپذیرم که اگر انتظار دیگری از من داشته باشد از اشتباه بیرون آید. پس آن ساعتی را که در روز برای صاحبان عریضه و ارباب حاجت معین کرده بودند برای او نیز قرار دادم. و حالان که در نامه خود اشاره کرده بود که در موقعی خاص او را به حضور بپذیرم. قسم من این بود که هر روز در ساعت بار آم در اتاق خلوت خود می نشستم و همیشه یکی از خواهران شوهرم با یک خانم دیگر پهلوی من می نشستند. آرزین در تالار جمع می شدند و من یکی که آنها را می خواستم. آنها نیز مطلب خود را می گفتند و اگر عریض داشتن می دادن. جواب آن یک نفر را می دادم و او را مرخص می کردم. سپس نفر بعد را داخل می فرستادم. اگر کسی مطلب محرمانه ای داشت که نمیخواست خانم های مصاحب من بشنوند در گوشه ای از سالن به میان درگاه پنجره میرفتم. آهسته حرفای او را میشنیدم و روانه اش کردم. من این ترتیب تشریفات را ابدا برای آن تفنگدار مقبول تغییر ندادم. او هم مانند سایر آرزین در تالار انتظار نشست تا نوبت او رسید. وقتی داخل شد فوراً او را شناختم. ولی ابدا به روی خود نیاوردم که او را میشناسم و برای اینکه از رنگ رخسانم حالت استرابی معلوم نشود طوری نشستم که پشت من به روشنایی واقع شد و تمام روشنایی به صورت مارکی جوان افتاد به هنگام ورود با همان جسارت و خودپسندی که در او سراغ داشتم داخل اتاق شد و شاید منتظر بود که فورا با او دست به گردن شوم اما حضور شخص سالس او را سرد کرد و گفت خانم این عرضی که میخواهم به شما بگویم محرمانه است و در حضور شاهد نمیتوانم اظهار کنم گفتم بسیار خوب موسیو بیایید نزدیک این پنجره خواهر شوهرم نیز دورتر خواهد نشست و حرف شما را نمیشنود میتوانید آنجا مطلب خود را بگویید او ماد مازل دوباری را میشناخت زیرا هر دو اهل تولوز بودند تعارف بالایی به او کرد پس از آن به من گفت خانم کنتس من مدتی در شک و تردید بودم زیرا احترامی که برای شما قائلم مرا از نزدیک شدن به شما منع میکرد و آن عشق و محبت سرشاری است که چندین سال قبل بقل، بقل به قلب من القا کردید و من هم آن را کاملا با شما قسمت کردم و در نهایت هدت در آن شرکت کردم این احمق متحور خیلی زیادتر از حدش سخن گفته بود دیگر به او اجازه ندادم دنباله ی حرفش را بیاورد کلامش را قطع کرده و با جبروت تمام گفتم آیا موسیو دانند که در کجا هستند و با که حرف میزنند گوی شما مریض هستید اگر این است دلم به حال شما میسوزد و الا شما را ملامت میکنم مارکی که از شدت خجالت و تعجب گیر شده بود ندانست چطور از اتاق بیرون برود و برای خلاصی از چنگ او بهترین وسیله‌ای که به کار بردم همین بود در غیر این صورت هر جور دیگری رفتار میکردم این ابله خودپسند مرا به زحمت می انداخت. ولی از بس که از خود راضی بود و توقع داشت که هر زنی که او را می بیند باید فورا در پای او قش کند این طرز پذیرایی را به کسی بروز نداد و منیت خود را به مقام تحقیر در نیاورد. در اوایل این سال شوازل ها که اینقدر از مشروخ شاه بد میگفتند و این کار را مایه ننگ و آر می کوشش و تلاش تازه‌ای به کار برده و خواستند به جای من یک نفر از خودشان را معشوقه شاه قرار دهند و مرا سیاه بخت کنند. کونت شوازل پسر مارکی با دختر بسیار زیبایی از مهاجرین فرانسه به نام مات مازل روبی ازدواج کرده بود به عقیده خودشان این جمیله تناز باید تمام درباریان را محو زیبایی خود می کرد اقوام او یعنی شوازل ها همه امیدواری خود را به جلوه او استوار کرده و او را برای آن بازی که باید در آن شرکت می تربیت می او را به انواع و اقسام آرایش های دلبران زینت می دادند. زیبایی او قابل تمجید بود و خیلی احتمال میرفت که شاه شیفته جذابیت او شود و تمایل داشته باشد که او را از نزدیک ملاقات کند. و من نیز خالی از وحشت نبودم و حتی بسیار تزلزل داشتم. یک روز لامارشال دومیرپوا به من گفت خب کنتس زیبایی من این از رقیبی که برای شما تربیت می کنند. این شوازل های عفیف و پاکدامن می میرند برای اینکه شاخه ای را در زیر پای شما ببرند. پس احتیاط را از دست ندهید. زیرا این طایفه خیلی زیرک و مکارند و حاضرند برای اینکه به آسمان داخل شوند یکی از کسان خود را معشوقه خداوند قرار دهند. من بسیار حراسانم از اینکه که مبادا آنها بتوانند اسباب قصه و اندوهی برای شما فراهم کنند. من با کمال غرور جواب گفتم شما بی حراسان هستید من به هیچ وجه وحشتی ندارم. ولی با وجود این نتوانستم جلوی خود را بگیرم و موضوع را به شاه بگویم. لوی پانزدهم شانه ها را بالا کشیده به من گفت من از همه تدارکات آنها با خبرم. و میدانم چقدر به خود امیدواری میدهند ولی ابداً وحشت به خود راه ندهید که هیچ خطری متوجه نخواهد بود خصوصاً مادامی که من دوش استوکرامون را در پشت این پرده می بینم، اگر از طرف او مشروقه قبول کنم در این صورت او میخواهد در مملکت فرانسه سلطنت کند و با واسطه حرص جاه طلبی عشق مرا دستاویز و خانه فساد خود قرار میدهد حقیقتا شاه به وعده خود وفا کرد. این رب و نوع حسن و دلربایی به برسای آمده تا بسات اشوه و ناز و دلبری را بگسترد و قامت پریوار خود را به جلوه و نمایش بگذارد. لویی پانزدهم به او سلام کرد و با کمال ادب با وی صحبت کرد بدون اینکه نگاهی از روی شهوت به او بیاندازد. دویست نفر چشم گشوده به دقت منتظر بودند که ببینند این حسن و جمال به آسانی می تواند در وجود شاه تاثیر بگذارد؟ ولی بی و حالت بی تفاوتی شاه قصر امید آنها را از بی خوبون ویران ساخت و قیز و غضب آنها را نسبت به من بیشتر برانگیخت و از آن روز به بعد مرازن فاسد، بی اخلاق و خطرناکی نامیدند که یک چنین رقیبی نتوانسته مرا مزمحل کند. به قدری از رفتار شاه در این موقع خوشحال شدم که حد ندارد. زیرا که بر من مشخص شد حقیقتا مالک قلب او هستم. و دیگر یقین کردم که جانشین مارکیز دو پمپادور شدم. و پادشاه بروس حق خواهد داشت که دوره مرا دوره سلطنت شلیطه سوم بخواند